هیئت فرهنگی خیریه قرآن الحکیم با سفر به شهر موسل عراق که چند ماه است از دست سنی های تندروی داعش آزاد شده از وضعیت مردم این شهر بازدید کردند این هیئت به ریاست حاج مصطفی از سراف معزن حرم امام حسین علیه السلام به همراه تعدادی از شخصیت های فرهنگی قرآنی ضمن بازدید از مناطق مختلف شهر موسل با شخصیت ها مسئولین و نیروهای مدافع عطبات و مقدسات عراق الهشت و شعبی دیدار کردند. در این دیدارها پیرامون اوضاع اخیر خانواده های موسلی در مرحله پس آدائش و امور معیشتی این خانواده ها و راه‌های مختلف کمک به آنان رایزنی شد. اعضای این هیئت در ادامه سفر خود از اماکن مقدس این شهر مانند مرقد یونس نبی علیه السلام و مقام حضرت ابوالفضل علیه السلام که در سالهای اخیر به دست سنی های تندروی داعش تخریب شده بود بازدید کردند و با مسئولین اوقاف در مورد بازسازی این اماکن متبرک به گفتگو پرداختند این هیئت همچنین در راستای بزرگداشت شهادت امام هادی علیه السلام که از سوی هیئت قرآن کریم استان نینوا در حسینیه آل عبدالعزیز در روستای الساده برپا شده بود شرکت کرد که در آن جمعی کثیر از جامعه شیعیان و اهل تسنن استان نینوا حضور داشتند در این بزرگداشت حجت الاسلام شیخ حسن الشمری ابتدا درباره زندگانی و سیره حضرت امام هادی علیه السلام و سپس درباره انتخابات پیش رو خرانی کرد و از مردم خواست تا با انتخاب افراد اصله در ساختن آینده کشور خود سهیم باشند